خلاصه داستان سریال ضربان قلب قسمت 61. علی در اثر استنشاق گاز حالش بد هستش. سلیم به ایلول میگه پلیس دنبالش میگرده. پرستاری گوشی ایلول رو بهش میده. سلطان به او زنگ زده و میگه هنوز هم یک شانس دارید. علی آسف تو 7 دقیقه دیگه خفه میشه. ایلول میگه تو کی هستی؟ او آدرس میده و قطع میکنه. ویداد بیرون هستش و سوار تاکسی میشه. سلطان به او زنگ میزنه. ویداد میپرسه میخوای چیکار کنم؟ او میگه به لطف تو دخترت از اتهام قتل و دامادت از مرگ نجات پیدا میکنن. ویداد میگه باشه. ولی علی آصف الان کجاست؟ او قطع میکنه. ویداد به راننده آدرس میده و راننده که همون چنگیز هستش میگه تو چیکار کردی؟ اونجاها جای خطرناکی هست. ویداد میگه تو کاری نداشته باش. زودتر برو. ایلول و سلیم به آدرس میرسن و میبینن روی صحنه‌ای که در فیلم دیده بودن خالی هستش و کسی نیست. علی رو در اتاقک شیشه گذاشتن که درهاش باز نمیشه. ویداد در جاده میبینه که راننده ایستاد و گفت راه تمام شد. ویداد میگه تو کی هستی؟ یعنی چی؟ چنگیز پیاده میشه و درهای ماشین رو قفل میکنه. ویداد هر چی سر و صدا میکنه و گوش نمیکنه. ماشین رو وسط جاده رها میکنه و میره. پلیس هم به اون محل میرسه. ایلول و سلیم نمیتونن درهای شیشه ای رو بشکنن که میبینن یه چیزی از بالا به زمین افتاد و میبینن چندشون طرفدار یه چکش بزرگ هست. اونها با چکش به سختی شیشه ها رو میشکنن و میبینن علی اونجا نیست، بلکه یه مترسک روی صندلی گذاشتن. در جاده ای که ویداد داخل ماشین مونده، یه کامیون بزرگ به سرعت میاد و به ماشین ویداد میزنه. علی در ماشین خودش خواب هستش. تلفن زنگ میزنه و او بیدار میشه. یه دستش باندپیچی شده، گوشی رو برمیداره که سلطان هستش و بهش میگه امروز هم نمردی. علی میگه تو یه ترسو هستی. سلطان میگه من اینجا و همه جا هستم و بهم خوش میگذره. حالا قسمت دوم ماجرا رو برات میگم. از اینجا مستقیم این راه رو میری. یه تصادفی شده و باید یه زخمی رو نجات بدی. علی سوار میشه و در جاده به راه میفته. سلیم به ایلول میگه آروم باش. او میگه یه دیوانه ما رو به بازی گرفته. چتین میگه پیداش میکنیم. علی زنده است. اون فد اگه میخواست او رو تا حالا کشته بود. او داره بازی میکنه. علی به صحنه تصادف میرسه و میبینه ماشین در وسط جاده هست، اما کسی داخل اون نیست. او میخواد به پلیس زنگ بزنه، اما سلطان زنگ میزنه و میگه با اون تلفن نمیتونی به هیچ جا زنگ بزنی. علی چند قطره خون زیر ماشین میبینه و به سرعت در عقب ماشین رو باز میکنه و میبینه در صندوق عقب ماشین ویداد غرق در خون هستش. سلطان میگه وقت کمی داری که بتونی نجاتش بدی. سلطان تمام وضعیت پزشکی او رو به علی بازگو میکنه و علی میفهمه که او یک دکتره. سلطان میگه مقداری وسایل در ماشین هست که میتونی ازش استفاده کنی. خلاصه داستان سریال ضربان قلب قسمت 62. علی ویداد رو از صندوق به زحمت در میاره و در خیابون میخوابونه و با همون وسایل کمی که در اختیارش هستش روی او عمل انجام میده و به سختی در ماشین میذاره تا به بیمارستان برسونه. بهش میگه نجاتت میدم، طاقت بیار. ایپک میبینه نسرین برگشته و میگه من به تو کاری ندارم، از اینجا برو. نسرین میگه تا ویداد رو نبینم نمیرم. ایپک زنگ میزنه ولی ویداد جواب نمیده. او به اتاقش میره و اوزگه میگه یک ساعتی هست که در اتاقش نیست. علی به یه بیمارستان کوچیک میرسه و کمک میخواد. اونجا بیمارستانی هستش که امکانات کافی رو نداره. علی خودش دست به کار میشه و میگه من دکتر هستم. پرستار میاد و میگه الان دکتر زینب میاد. زینب میاد و به علی اعتراض میکنه و میگه شما بیمار رو تحویل بدید و کنار برید. علی تأکید میکنه اون خونریزی مغزی داره و مهمتر از جاهای دیگه هست و باید سریع عمل بشه. زینب میگه باید جلوی خونریزی شکمشو بگیریم. علی میگه تو بی تجربه هستی و عصبی میشه و بیهوش میشه. ایپک به ایلول میگه بابا به تلفنش جواب نمیده و یک ساعت هستش که بیرون رفته. ایلول میگه حتما جایی رفته تا این حوادث رو بگذرونه. چتین اونجاست و میگه بهتر از فیلمهای بیمارستان رو ببینیم. زینب ویداد رو عمل میکنه. علی در اتاقی در حال استراحت و میگه اشتباه میکنی. در ضمن عمل متوجه میشه که خونریزی مغزی داره و علی میره و لباس میپوشه و میگه اومدم تا اشتباه شما رو درست کنم.
پلیس رفتن وداد رو بررسی میکنه و میبینه که با عجله رفته. چتین میگه درباره شماره تاکسی که سوار شده تحقیق کنن. به چتین خبر میدن که علی رو در بیمارستانی پیدا کردیم و با هم به اونجا میرن. ایلون میپرسه چه اتفاقی براش افتاده. او میگه علی بیماری رو آورده و به او رسیدگی میکرده. همکارش میگه کسی رو که تصادف کرده بود اونجا آورده. ایلون خوشحال میشه که علی حالش خوبه. برای وداد خون منفی لازم هستش که در بیمارستان موجود نیست. علی عصبانی شده و از پرستار میخواد هر طوری شده از هر جایی پیدا کنن. پرستار سلیم و ایلول رو میبینه و وضعیت رو به اونها توضیح میده. ایپک میگه خونه من از همون گروه هستش و میده که خون بده. در اتاق عمل علی نمیتونه کاری بیشتری انجام بده و از وداد خواهش میکنه که برگرده. اما او دوام نمیاره و میمیره. علی خودش رو مقصر میدونه. علی بیرون میاد و میبینه همه اونجا هستن. او غمگینه. ایلول بغلش میکنه. علی میگه من خوبم، نگران نباش. متاسفم، هر کاری تونستم کردم اما نتونستم نجاتش بدم و گریه میکنه. پرستارها جسد رو روی تخت بیرون میارن. ایپک رو میبینه و میشناسه. ایلول باورش نمیشه. یادش میاد از آخرین دیدارشون و حرفایی رو که به او زده. او بیرون میره و گریه میکنه. سلطان اون طرفتر ایستاده و او رو نگاه میکنه و با خودش میگه آدم خیلی خوبی نبود. ولی چیکار میشه کرد؟ به خاطر علی یاسف بابات رو از دست دادی. یه زمانی هم بابای من رو ازم گرفت. علی بیرون میاد و میبینه که ایلول گریه میکنه. ایپک همونجا میاد و به علی میگه تنهاش بذار. او به کسی که باعث مرگ بابا شده نیازی نداره. علی گریه میکنه. ایپک کنار جسد وداد هستش و او رو نوازش میکنه و حرف میزنه. آغوز میگه کافیه دیگه. بقیهش رو من انجام میدم. علی و ایلول در خونه هستن. علی میگه من هر کاری تونستم انجام دادم، منو ببخش. ایلول میگه میدونم. علی میگه از این به بعد همینطور میمونه. نمیتونی منو ببخشی. هر بار که به من نگاه میکنی یادت میاد. خانم دکتر زینب به خودش فکر میکنه و وجدانش ناراحته که به حرف علی گوش نکرده و باعث مرگ یک نفر شده. نصف شب ایلول خوابیده. زینب به علی زنگ میزنه و میگه تو حق داشتی. من اشتباه کردم و تاوان اون رو پس میدم. این آخرین شب نگهبانی من هستش. او از علی معذرت خواهی میکنه. علی نگران میشه و به بیمارستان میره. او پیش زینب میره و میگه این کارو نکنی. زینب میگه به ذهنم رسید ولی حتی این کار هم ازم بر نمیاد. علی میگه اشتباه کردی و ضرر زدی ولی میخوای ازش فرار کنی. تو وقتی تیغ رو به دستت گرفتی هدفی داری که اون نجات زندگی دیگرانه. امروز نشد ولی فردا. پس فرداهایی میاد و آدمای دیگه میان که تو زندگی اونها رو نجات میدی. از اشتباهات تجربه یاد میگیری. دکتر خوبی میشی. علی موقع برگشتن در سالن بیمارستان میبینه که چقدر امکانات پزشکی اونجا کمه و بیماران و پزشکان کمبود دارن. ایلول از خواب بیدار شده و میبینه که علی در اتاق نیست و با تلفن صحبت میکنه و به کسی درباره انتقال پول و واریز اون حرف میزنه. ایلول میپرسه کجا بودی؟ علی میگه یه نفر میخواست اشتباهی رو تکرار کنه. من جلوشو گرفتم.